گفتا که بگو حوصله دارم، در پای دل از زلف سیاهت دیوانه ام و سلسله دارم. مقداری از صدای هنرمند معروف و محبوب خانم روحبخش پخش شد. ما الان منزل ایشون هستیم و میخواییم با ایشون صحبت کنیم راجب گذشته، راجب شروع فعالیت‌های هنریشون و راجب کارهایی که انجام دادن. قبلا البته خواهش کرده بودیم که به ما اجازه بدن امروز بیایم خدمتشون. ایشون هم لطف کردن، آقای تاکستانی رو هم دعوت کردن که اگر لازم شد مقداری برای ما بخونن بی ساز نباشه. خانم رو بر سلام عرض میکنم. سلام علیکم، خیلی خوشبختم. عذر میخوام که قبل از سلام مقداری وراجی کرد. خوشبختم. نظر لطف شما. خواهش میکنم. اطلاع دارید که هفته قبل مصاحبه با خانم ملوک زرابی پخش شد. بله بله. و برای منظور میریم به منزل هنرمندها که با راحتی بیشتری به ما جواب بدن. بله، اینجا منزل خودتونه. در ضمن از ما پذیرایی هم بکنه. منزل خودتون. چای و شربت و شیرین. خانم روحبخش، شما اسم و فامیل و مشخصاتون رو میدونید؟ هر کسی برای خودش اسم مستعاری میذاره. بله. اغلب اینطوره. بله بله همینطوره. حالا شما واقعا اسم خودتون، شناسنامه‌تون روحبخشه یا اینکه این اسم مستعار رو برای خودتون درست کردید؟ اسم من عزت روحبخش آزاده. بله. عزت روحبخش آزاد. بله. شناسنامه‌ام همینه. بله. اون وقت شما فاکتور گرفتین از این ور و اون ورش، فقط روح بخش رو گذاشتین. بسیار عرض شد که خیلی عذر میخوام از این سوالی که میکنم، شما چند سالتونه؟ ای وای که با سال سن میکنم تو خدا. این سوال من میپرسم شما چند سالتونه؟ بپرسی خانم، من از خدا میخوام من بلا فاصله جواب بدم که من 21 سالمه. خب پس بالاخره ما نفهمیدیم چند سالتونه. بله، حالا یه سوالی میکنم که بعد قضیه روشن میشه. بله. چند سال شما میخونید؟ بنده تقریبا 30 سال. یعنی رادیو نه ها. بله 30 سال تئاتر بازی میکردم، اپرات میخوندم. اولا خیلی جوان بودم، یعنی 17 سالم بود که شروع کردم به 17 سال. اینم 30 سال 47 سال. زیادش نکنید. خودتون لودادین خانم. خودتون گفتین 17 سالتون بوده شروع کردین به خوندن، 30 سالم هست میخونه. این 47. خب عرض حضورتون که شما گفتید قبل از اینکه بیاد رادیو در تئاتر برنامه اجرا میکردید. بله. به طور مرتب یا گاهی در برنامه ها شرکت میکنم؟ عرض کنم که سابق تئاترات 3 شب بیشتر نبود. بله. خیلی زیاد بود، خیلی اهمیت داشت 3 شب یا 4 شب. مثل حالا که تئاتر ادامه داشت میشه 2 ماه و 3 ماه. بله. نبود. بنده هر تئاتری که اپرات داشت و صدا میخواستم میامدن سراغم. بله. ما امروز اومدیم سراغ شما. بله. شما وقتی آمدید رادیو، اون برای ما مهمه. بله. وقتی آمدید رادیو اولین ترانه‌ای که در رادیو خوندید و پخش شد چی بود؟ حالا اجازه بفرمایید که جریان شما استون تعریف کنم. آها جریانی که... بله. خواهش. عرض کنم که وقتی که سابق می‌خواستن خواننده دعوت بکنن به رادیو اعلان می‌کردن تو روزنامه‌ها. بله. و خب البته منم وقت روزنامه خوندن نداشتم و یه روزی میومدم از خیابون حسین تهرانی رو دیدم. گفت خانم شما چرا نمیای رادیو؟ گفتم والا من که نمیدونم چیه، باید منو دعوت بکنن. بی دعوت که نمیشه جایی رفت. اتفاقا گفت خیلی خب من پس میرم رادیو و اونجا میگم که شما رو دعوت کنن. بعد از 3 روز من یه نامه برام اومد، دعوتم کردن و رفتم اونجا و برای امتحان. بله. مرحوم ام سنجری امتحان کرد. بله. صدای منو. بعد رفت پیش آقای کلونل، گفت که مژده بدم که یک ام کلثوم ایران پیدا شده. وقتی اینو شنیدم انقدر ذوق کردم، انقدر واقعا دیگه تو پوست خودم نمی گنجیدم. بالاخره بعد گفتن که شما یک شب بیاد و با ارکسترتون ارکستر دارین. گفتم والا نه ارکستر ندارم، فقط مجید وفادار است که با او کار میکنه در تئاتر. رفتیم و یک 2 آهنگ بود، البته یکیش الان نظرم هست، یکیش هم که یادم رفته اون سیرم از زندگانی بود و یکم شب جدایی. و همین این گرفت دیگه تموم شد. خب خانم روحبخش، دلتون نمیخواد که همون اولین ترانه‌ای که در رادیو خوندید الان تو این گفتگویی که با هم داریم و خیلی
خالصاً مخلصاً شما به سوالای ما جواب میدید، یه تیکه از اون اولین ترانه‌تون رو بخونید برای ما. البته از آقای تاکستانی خواهش میکنم این آهنگ یادشون باشه یه تیکش بزنن. بله آقای تاکستانی سلام عرض شد. سلام که عرض شده. الان یه خوری دهنتون شیرین کنین از این شیرینی میوه. ما آخه قبل از اینکه این ولوم ضبط صوت رو واس کنیم و شروع کنیم به برنامه، سیر و پر خوردیم. شما یه کمی دیر تشویقیم. سن شما رو هم بعداً انشالله سوال میکنیم. نه اگه شما این آهنگ یادت باشه بزنی که معلومه سن چیه دیگه، بفهمید. ولی مطمئن باشید که میلیون ها نفر صدای شما رو میشنون و عده‌ای هستن که خاطراتی درشون زنده میشه، هم دوره های شما و اونهایی که این تئاترها رو دیدن و این صدا رو در 30 سال قبل یا 20 چند سال قبل شنیدن. ده سن باز نبریم مثال دلو. میگم نه راجب آواز ببخشید خانم روبخش، استاد شما در رشته آواز کی بوده؟ علی خان نایب سلطنه. بله. از همکاران دیگه ما، از خواننده های عزیز، کسی دیگه هم همکلاسی شما به اصطلاح بودن با این استاد؟ ولش نه نمیدونم، برای اینکه چی وقت سوالو نکردم ازش. مثلا یه شنبه قرار میذاش با من بیاد، یه چهارشنبه میمونه. خیلی اذیتم میکرد، ولی خب من چون علاقه به موسیقی داشتم و میخواستم آواز یاد بگیرم و اتفاقا میگفتم دستگاه رو من یاد بده، میگفتش که شما نمیخواد دستگاه رو یاد بگیرید، یه موقعی شما خواننده میشی که اصلا آواز یاد مردم دوست ندارن، همین درآمد و فروزشی بخونید بستتون. بله خانم روبخش، عده از همکاران ما یعنی خواننده ها همکاران شما به ساز هم آشنایی دارن، شما به ساز آشنایی دارید؟ به ساز ولی من یه مدتی یه معلم داشتم، ولی پیش آقای سبا چیز نوت میخوندم. بله. یه دو سه نوت خوندم و یه سالی هم تار مشق کردم، ولی خوشم نیومد دیگه. بله. دنبال نکردم. چای میدید براتون میارم؟ نه مرسی. وقتی میوه هست یه چای. چند تا ترانه تا حالا خوندید تو رادیو؟ یعنی از اول. از اول تا حالا. ولی اول که مثل حالا آهنگار تند و تند ماهی دو تا سه تا آهنگ نبود، یه آهنگ به من یاد میدادن، این 6 ماه این آهنگ برنامه اجرا میشد، بعد باز یه آهنگ دیگه به من یاد میدادن. تقریبا یه آهنگ ما 1 سال 8 ماه 9 ماه با اون زندگی میکردیم و تا آهنگ بیشترش بعد. بله تا آهنگ بعدی، و بیشترش من آواز میخوندم و آوازهای ضربی زیاد میخوندم. بله. رو هم رفته یادتون نیست در حدود چند تا؟ در حدود 280-290. خب با اون وصف که گفتید هر 6 ماه دفعه یه آهنگ، خودش خیلیه. 270. بله خیلی. شما برنامه مرتب هفتگی داشتید در رادیو؟ بله در ماه 8 جلسه داشتم، یک شنبه شب 4 شنبه شب. یک شنبه ها شب یک ساعت معینی صدای شما پخش میشه؟ 8 تا 9.
بله، روزهای یک شنبه شب دوشنبه. بله. چه مدت این برنامه طول کشید؟ این برنامه مرتب شما در رادیو؟ عرض کنم خیلی، تقریبا 15 سال ادامه داشت. خب، بهترین ترانه که تا حالا خوندید از نظر شخص خودتون، یعنی خودتون خوشتون بیشتر آمده، بله، کدوم بوده؟ اولشون شب جدایی چیز دارم شب و روز بود، بعدم دم گاراژ بود، همینطور آهنگای دم گاراژ بودم یارم سوار شد. بله، عرض کنم که آهنگای عباس شاپوری بود که تمامش هر آهنگی برای من میساخت واقعا میگرفت. حالا یه خطم بدون ساز اون دم گاراژ بودم بخونید که یه عده خاطره خوبی از این ماجرا. دم گاراژ بودم یارم سوار شد، دل مسافران بر من کباب شد، تلفن می کنم به سعادت آباد که یار شیر از این امشو نگه دار، مامان دورت می گردم به قربونت میگردم، نمیخوای برمیگردم. اینم دم گاراژ. از آخرین آهنگایتون که بین مردم گرفت چی بود؟ کبوتر بهشتی بود. عرض کنم که گله از تو. یه مصرع کوچولو از این کبوتر بهشتی رو بخونید. توی تو شام سرای من، توی تو عشق آشنای من، بیا ببین وفای من، سرود من نوای من. خب خانم روبخش، شما حتما طی این 30 سال هنرمندی و کار خوانندگی چه در تئاتر و چه در رادیو خاطرات بیشماری دارید، خاطراتی که هم برای شما ارزنده است، هم ممکنه که برای شنونده های ما قشنگ باشه بازگو کردنش. اگر هست چیزی برای ما. عرض کنم که تقریبا 1-2 سال بود که در رادیو برنامه اجرا می کردم. یک شب یه جا مهمان بودم. برنامه هم که تموم شد یه آقای آمد جلو گفت که ممکن است تون خواهش بکنم فردا شب من یه چند مهمان دارم بیاید اونجا. گفتم بسیار خوب، آدرس بدید. و آدرس دادن و گفت که ما خودمون ساز داریم دیگه، نمیخواد شما ارکستر بیارید، خودتون تنها. یه فکر کردم اینا، گفتم خب حالا لابد دارن و منم آواز بخونم دیگه، یک دوتا آهنگم دارم میخونم. تقریبا ساعت 6:30-7 بود که آدرس رو من داد، گفت در روز هست و از خیابان دولت بیاد و میاد اونجا میپرسید نشون. ساعت 7 بود، آمدم سر خیابون دولت پیاده شدم و پیاده رفتم. پرسیدم که در روز کجاست؟ خب راست برید خیابون، راست بگیریم برید. حالا هیچ وسیله هم نیستش، نمیدونم چیکار کنم. بله، اون زمان هم اونجا انقدر ساختمون نبود. بله دیگه، من همینطوری رفتم دیدم ساعت 9 شد، بارونم گرفت. حالا چه بارونی میاد، من دیوانه دارم میشم، خدای چیکار کنم. همینطور نشستم دیدم هیچ چاره نیست، اصلا هیچ چی نمیتونم ببینم، تاریک، بارونم میاد. دیدم یه چراغی از اون تسو میزنه، اومد نشستم، گفتم بیرم چیه تسو، گفتم بخیر شیره جونو یه جونوریست میاد دیگه، که آدمی زد که اونجا پیداش نمیشه. یه ساعتی طول کشید آمد، گفتم آقا ببخشید منزل این شخصی که من میخوام در روز. گفت ولی من خانم نمیدونم، شما چه جرأتی کردید این موقع شب؟ گفتم ولی من مهمانم، حالا گم کردم اینو. گفت من که نمیدونم، میتونید من با هاتو میگودم؟ نه دیگه آقا من نمیتونم، الان ساعت 10 شده، منو ببرین سر خیابون دولت. این بیچاره اومدم با چرا همینطور، خوب البته بارون زیاد هم میمدم تو میزدم تو گلم بود، آمدم سر خیابون دولت و پولم تو جیبم نداشتم، 2 تومن داشتم، دادم به این شخص، گفتم خواهش میکنم این 2 تومن بگی که زحمت کشتی من آوردی. سر خیابون دولت نشستم، خلاصه تا ساعت 11 یه ماشین اومد، گفتم خیلی معذرت میخوام، من میخوام برم شهر، وسیله ندارم. گفت که بفرمایید. اتفاقا من عقب ماشین نشستم و آورد منو خونم پیاده کرد. و واقعا 2 شب 2 روز من ناراحت بودم و توبه کردم که دیگه مهمونی قبول نکنم. به هر حال خانم روبخش، خیلی از اینکه
اجازه دادید ما بیایم خونتون و این مصاحبه رو، این گفتگو رو ترتیب بدیم. متشکریم از پذیرایی گرمتون، بسیار متشکرم. منزل خودتونه. همه آقای تاکستانی دست رو خورد. آقا بفرمایید تاکستانی میوارم. کار بلایی سر میز آورده که الان یکی بیاد فکر میکنه جنگ بوده. چه منزل خودتونه هر موقعی که تشریف بیارید. حالا خانم روبخش، از ترانه های خودتون کدوم رو دوست دارید در آخر این برنامه به عنوان حسن ختام برای شما پخش بکنیم؟ فکر میکنم موطلایی خوب بشه. موطلایی. بله. پس موطلایی رو پخش میکنیم واسه شون و بساطمون هم جمع میکنیم میریم، هر چی هم رو میز بود تاکستانی خورد. نوش جانتون بفرمایید. همه بدونن. خداحافظ خانم رو. مرحمتتون زیاد. خیلی متشکرم. تشکر میکنم.